اشاره کردید به دگراندیشی، واقعا اگر بپذیریم که کسان دیگری هستند که متفاوت با ما فکر میکنند، آیا مسئولیت ما نیست که با اونها حداقل وارد یک گفتگوی تحلیلی بشیم و نقاط قوت و ضعف خودمون و طرف گفتگو رو بشناسیم؟ واقعیت آقای دکتر این است که جامعه ما همین امروز هم جامعه چند شاخه و چند پاره است. پیش از انقلاب هم این وضعیت وجود داشته، عده‌ای مخالف وضع موجود اون زمان بودن و عده‌ای موافق وضع موجود بودن. 1 میلیون نفر روز عاشورا به خیابون‌ها می‌رفتند و فریاد خواستار ساقط شدن حکومت می‌کشیدند. 2 هفته قبل از انقلاب و قبل از سقوط نظام پادشاهی، صدها هزار نفر دیگه در یک شهر تهران به خیابون‌ها رفتند و فریاد می‌کشیدند که ما می‌خوایم قانون اساسی رو حفظ بکنیم. الان 38 سال گذشته از اون زمان و حکومتی که در ایران به روی کار بوده جز سیاهی و تباهی برای مردم چیزی باقی نگذاشته. اگر این حکومت واقعا دسته گل هم می بود، بعد از 38 سال حداقل تأثیر منفی که میگذاشت احساس یک نواختی و یا دلزدگی نزد مردم بود. این رو هر کجای دیگری ما شاهد بودیم، هر نقطه دیگری از دنیا که یک حکومت که تداوم داشته، فساد در درون اون غیر قابل اجتناب شده و مردم نسبت به اون حالت یک نواختی پیدا کردن. حالا یک حکومتی که از نظر اقتصادی موفق نیست، از نظر اخلاقی واقعا هیچ انضباطی نداره، 38 سال با زور حکومت کرده، 38 سال نفس مردم رو بریده، فقط در تظاهراتی که میخواسته اقلیت مواجبگی رو خودش رو به خط کرده و اونها رو ایستونده تا به عنوان اکثریت به نمایش بگذاره. حالا یک وضعیت خاص بعد از 38 سال در محیط بیرونی این حکومت ایجاد شده که میشه با استفاده از این فرصت، با استفاده از باز شدن این پنجره، گریبان این حکومت رو گرفت، به مردم فرصت داد یا برای اونها فرصت ایجاد کرد که نفس بکشن و در مرحله بعد فریاد بکشن و این فریاد رو به گوش حکومت و بیرونی ها برسونن. ولی آقای فتی، آقای دکتر لاجوردی، کدام یک از ما قادر هستیم که صدای واحد باشیم، به عنوان متکلم واحد بگیم ما از طرف مجموعه این مردم صحبت میکنیم؟ شما شاهد بودید وقتی در دهه 90 آمریکایی ها به کویت رفتن تا صدام رو از اونجا برونن، یک ائتلاف درست کردن. آیا واقعا آمریکا با اون نیروی نظامی عظیمی که داشت به تنهایی قادر نبود از پس صدام بر بیاد؟ چرا به دنبال ائتلاف رفتن؟ چرا همیشه کیسینجر هم در مورد جورج بوش پدر و هم در مورد جورج بوش پسر توصیه میکرد که در اجرای هر بخشی از سیاست خارجی به دنبال ائتلاف برید، برای اینکه حداقل این اجماع به هر شکلی که صورت بگیره نوعی مشروعیت به اون حرکت میده؟ همین امروز ما میبینیم وقتی در خاورمیانه یک دولت عربی یا یک دولت محلی به دنبال اجرای برنامه‌ای هست، تکیه حداقل کاغذیش به روی یک ائتلافه. ائتلاف رو با کی میکنید؟ با کسانی که با شما متحد نیستن ولی قبول کردن در مواردی با شما همسو باشن. فراموش کردیم که همین آقای خمینی که جز دروغ به مردم چیزی نگفت، در همون شروع کار جبهه ملی، نهضت آزادی و مجاهدین و فداییان و حزب توده رو مجموعاً مگه زیر عبای خودش جمع نکرد؟ مگر با نیروهای چپ و نیروهای افراطی اسلامی، با مؤتلفه، دسته هایی که در تهران از خونریزی تا تعزیه را انداختن هر کاری میکردن زیر عبای خودش نبود؟ آیا خمینی واقعا دست خالی به عنوان یک پیامبر تنها آمد و اون معجزه را صورت داد، یا واقعا یک ائتلاف صورت گرفت؟ حالا چطور انتظار داریم 38 سال بعد ما یک صدای واحد باشیم، بقیه رو اصلا نبینیم، هدف رو هم حتی فراموش بکنیم و بگیم ما تنها صدای مشروع هستیم؟ بنابراین کاری که شما کردید 1 سال پیش، اینکه فصل مشترکی بین اپوزیسیون ایجاد بکنید، تلاش بکنید که اپوزیسیون حداقل تحمل همدیگر رو پیدا بکنه، نمایندگانش زیر یک سقف آماده بشن برای جمع شدن، آماده بشن برای گفتگو کردن با همدیگه و بعد فکر بکنن آیا زمینه ایجاد یک ائتلاف وجود داره یا خیر. من
در نوشته که شما به اون اشاره کردید به نوعی شاید به قول فرنگی ها نقش دویل ادوکیت رو بازی کردم، نقش کسی رو بازی کردم که یک سنگی به آب میاندازه تا موج درست بشه. من عاشق افکار خودم نیستم، ولی چشم دارم و میبینم، میبینم که 38 سال پیش حکومتی بوده که مردم حداقل جمعی، حالا من نمیگم نیمی یا بیشتر یا کمتر، به اون علاقه داشتن، از اون حمایت میکردن. 2500 سال پادشاهی توی این مملکت بوده و نسل به نسل به نوعی در درون این کشور ریشه کرده. بعد از این حکومت خب عده‌ای بودن که با اون حکومت مخالف بودن. حالا رسیدیم به جایی که ما میخوان در مقابل حکومتی که مردم ازش ناراضی هستن یک موج تازه رو ببینیم. برای ایجاد این موج تازه یک دست یقیناً صدا نخواهد کرد، یک گروه سیاسی یقیناً مشروعیت نخواهد داشت، یک فرد یقیناً مشروعیت نخواهد داشت. با این باور گفتیم خب توی ایران واقعاً هیچ روستازاده‌ای نیست که اسم پادشاهی رو توی ایران نشنیده باشه. اسم شاهزاده رضا پهلوی رو هم یقیناً شنیده و این شهرت به نوعی اعتباره، مثل اینکه ما کوکاکولا رو بشناسیم و حتی هزار جور نوشابه خوشمزه تر از اون رو هم بسازیم، کوکاکولا فروش بیشتری پیدا میکنه برای اینکه شناخته شده است. مجاهدین خلق هم در این استدلال گفته شد که سازمان دادن بلدن، قدرت بقا دارن، در طول 40 سال گذشته 1001 جور فشار از کشتار در زندانها، جنگهای نامشروع و مشروع یا هر چه اسمشو بگذارید پشت سر گذاشتن و امروز قادرن همون اتوبوس‌هایی که شما میگید چند هزار نفر رو بار بکنن، پول اونها رو بدن اگر شما میگید که پول میگیرن و اونها رو به جایی در پاریس ببرن. آیا شما هم قادر بودید که 10 نفر، 1000 نفر، 10000 نفر آدم رو جمع بکنید؟ و اگر قادر نبودید و نیرو برای سازمان دادن ندارید، حداقل ببینید یه گروه دیگری وجود داره با همه انتقاداتی که بون وارد میکنید و من در بسیاری از این انتقادات با شما خودم رو شریک میبینم، ولی واقعیت این است که این گروه وجود داره. آیا واقعا خمینی با مجاهدین همسو بود؟ آیا خمینی با توده‌ای‌ها همسو بود؟ آیا خمینی با فدایان خلق همسو بود؟ آیا با جبهه ملی که مصدق رو به هر توهینی نسبت داد بعد از انقلاب همسو بود؟ نه، با اونها ساخت. به قول شاه عباس میگن وقتی که در سرما گیر کرده بود، پالون رو هم روی شونه خودش گذاشته بود که از سرما نجات پیدا بکنه. من نمیگم باید به قضیه ماکیاولی نگاه بکنیم، نمیگم که صرفا باید بگیم که هر وسیله‌ای هدف رو توجیه میکنه، ولی باید قبول بکنیم بدون ائتلاف و بدون نزدیک شدن مشروعیت پیدا نمیکنیم و در این ائتلاف نمیشه انکار کرد که فرزند شاه سابق ایران و گروه مجاهدین خلق از سرشناس‌ترین بخش‌های این اپوزیسیون هستند. اگر تونستیم از یک دره به این عمیقی عبور بکنیم، اختلافاتمون رو بین خودمون و گروه‌های دیگه شاید بتونیم آسان‌تر حل بکنیم تا نرسیم به این ائتلافی که خیلی ها میگن ناممکنه و تا به حال هم صورت نگرفته، واقعا ایجاد یک صف در مقابل جمهوری اسلامی و ایجاد یک موج در داخل ایران امکان ناپذیر. بله، ممنونم. من یه اشاره بکنم بعد از علاقمند هستم از هر دوی شما عزیز این جواب این سوال رو برای بینندگان داشته باشم. این اواخر به هر حال بعد از اینکه آقای تیلرسون و اینا اصلا بعد از سر کار اومدن آقای ترامپ، به هر حال به یه امیدی در یک گروهی ایجاد شد که امکان برکناری جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی هست. به هر حال یه گروهی دست به کار شدن، 4-5 گروه من اگه اشتباه نکنم، من تو اینترنت در آورده بودم که در کنگره اتاقایی رو شما بین 1000 تا 1200 دلار میتونین برین تو سایت کنگره اجاره بکنین. اجاره کردم و البته گفتن که نمیدونم از ما دعوت شد و اینا. بعد هم که 2 تا دیدار بوده، 2 گروه به قول شما شاخص، گروهی که 90% مردم ایران با نام شاهزاده رضا پهلوی آشنا هستن یا با نام سازمان مجاهدین، دیدارهایی داشتن. دیدارها البته با بخش خاصی در حالا مارک نظریم، ولی آقای مکین از یک جناح برای راست معروف هست به جنگ طلبا، گرچه من مطمئنم که شاهزاده یا هیچ کسی دیگری خواستار جنگ برای میهنش نیست، ولی دیدار با این افراد بوده و به صورت انفرادی. دلم میخواد اول یه ارزیابی شما رو از این دیدارا که این چه عواقب مثبت یا منفی میتونه داشته باشه در نگاه مردم، چون من در فضای مجازی بسیار انتقادها دیدم که کاش نمیشد
بدون این که حالا کسی کار به جز دیدار ساده بوده، ولی من دیدم اتهاما سرازی شد و میتونستن از این اتهاما جلوگیری کنن قبلا اگر این دیدارها به این شکل نمی بود. دلم میخواد آقای دکتر تغییرزاده و آقای دکتر لاجوردی شما نظرتون رو اعلام بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید دکتر تغییرزاده. ممنونم از سخاوتمندی شما آقای دکتر لاجوردی. من مخالف این دیدارها نیستم، انتظار معجزه از این دیدارها رو هم ندارم. حق با شماست، در هر کدوم از اتاقها و تالارهای مجلس عوام بریتانیا هر کسی میتونه جایی رو بگیره برای ابراز نظرش و اصلا کمیته‌ای وجود داره برای حمایت از اپوزیسیون‌های حکومت‌های اقتدارگرا در کنگره آمریکا. هم همونطور که شما به درست گفتید این وضعیت وجود داره. اگر واقعا دعوت رسمی از یک شخصیت سیاسی صورت میگیره باید در محل کنگره باشه و در محل یا کمیته خاصی به عنوان شاهد اون فرد حضور پیدا بکنه یا دعوت بشه برای دادن پاسخ به پرسش‌هایی که نمایندگان قانونی دارن. در غیر این صورت دیدارهایی که صورت میگیره شکل غیر رسمی داره، ولی دیدارهایی که صورت گرفت به نوعی هدفدار بود و انعکاس پیدا کرد. این انعکاس رو ما در داخل جمهوری اسلامی هم دیدیم. واقعیت این است آقای فتحی که همونطور که شما هم گزارا اشاره کردی، الان در واشنگتن هوا عوض شده. در زمان آقای اوباما اپوزیسیون جمهوری اسلامی حق ورود به کنگره رو عملا نداشت، حق رفتن به کاخ سفید رو اصلا نداشت، حق رفتن و تماس گرفتن با عوامل وزارت خارجه آمریکا رو اصلا نداشت و در عوض این لابی جمهوری اسلامی بود که جولان میداد. و دیدیم در طول چند ماه 33 دیدار توسط عوامل جمهوری اسلامی، لابی جمهوری اسلامی از کاخ سفید صورت گرفت. حالا بعد از رفتن آقای اوباما یک پنجره باز شده که تو این پنجره ما صدای وزیر دفاع رو میشنویم که باز هم در یک اقدام غیر رسمی در پاسخ به یک بچه 12 ساله روشن توضیح میده که رژیم ایران عامل بی ثبات کردن منطقه است. این نگاه 180 درجه با نگاه اوباما که با این حکومت همکاری میکرد تفاوت کرده. ما میشنویم از زبان وزیر خارجه آمریکا در کنگره آمریکا در مجلس نمایندگان آمریکا که میگه ایران یک عامل بی ثبات کننده در منطقه است و دولت آمریکا از عوامل داخلی برای انتقال قدرت از این حکومت به مردم میتونه و میخواد استفاده بکنه. سیاست آمریکا حالا در این مسیر داره حرکت میکنه. بنابراین نمیتونیم به هیچ وجه ایدارهایی که صورت گرفته، تظاهراتی که انجام شده، جلساتی که در پاریس برگزار شده رو در این فرصت فراهم برای مخالفین جمهوری اسلامی ندیده بگیریم. به نظر من پنجره‌ای باز شده که مفهوم اون شمشیر کشیدن آمریکا برای کشتار در ایران و کنار بردن جمهوری اسلامی نیست، ولی حداقل این است که حتی در رسانه‌ها، حتی به صورت تبلیغاتی الان آمریکا، قانونگذاران و دولت و کاخ سفید با مردم ایران هم سو هستند و در تقابل با این حکومت ما باید هوشیار باشیم و این تقابل رو تقویت کنیم. اضافه کنم این فضای مجازی خب به ما کمک میکنه که با بسیارانی با نقطه نظرهای مختلف رو بخوانیم بدون اینکه اون آدما رو بشناسیم. واقعیت اینه که دیدار هیچ دیداری ایرادی نداره و به طبع هر کسی آزاد است با هر کسی دیدار کند، ولی شما در مطلبتون و از سیاستمدار کارکشتی مثل آقای مککین اشاره کردین که خودش به تنهایی یک پایگاه قدرته و او خیلی چیزا رو میخونه از صورت‌های برای آدم ها. نیاز نیست که این که آدم ها میرن دیدار میکنن، من در فضای مجازی دیدم با آقای مککین به صورت همینطور که جناب لاجوردی هم گفتن انفرادی، در اینا نه تنها اعتماد مردم ایران جبر میکنه. این واقعیت اینه که من وقتی میرم اتاق آقای مککین دارم میگم من آلترناتیوم. مجاهدین که میرن، مجاهدین خودشون، هر کسی به صورت انفرادی داره خودشو به من آلترناتیو معرفی میکنه. اینجاست که من تو فضای مجازی دیدم به هر حال بی‌اعتمادی های بسیاری. باور کنین من با دست میشمردم شاید 150 تا کامنت دیدم که نگران چلبی سازی جدید بودن. این رو چجوری شما ارزیابی میکنید؟ در واقع ادامه صحبتیه که جناب لاجوردی مطرح میکنن که اگر یک گروه با دیدار بکنن همون بحثای پشت پرده کم در میشه، هم به نتیجه میرسه.
بفهم میخوایش کنم فتی من برگردم به نکته قبلی که شما در ابتدای گفتگوتون داشتید، این که آمریکایی‌ها در وضعیت فعلی برای ایران یا داخل ایران چه کار میتونن بکنن. این رو من اشاره دیگری میکنم که آقای لاجوردی هم اشاره کردن. واقعیت این است که این حکومت اسلامی، این حکومت مذهبی یا هر اسمی که برویم بگذارید، بعد از 38 سال از درون فاسد شده. این بلایی است که دامنگیر اتحاد جماهیر شوروی هم شد، دامنگیر هر حکومت اقتدارگرای دیگری در تاریخ شده و این وضعیت اجتناب ناپذیره. یک موقعی میگفتند آه این صحنه سازی است، اگر که مثلا دختر رفسنجانی رو گرفتن و به زندان بردن، این ناشی از رقابت های داخلی نیست، پسرش رو بردن زندان کردن، گفتن نه صحنه سازی کرده که اونو بیاره بیرون بعد با یک نمایش دیگه قدرت نمایی کنه. امروز میبینیم که برادر روحانی رو هم میگیرن به زندان میندازن، میبینیم نایب احمدی نژاد رو هم میگیرن به زندان میاندازن. با اونهایی که اینها رو زندانی میکنن واقعا پاکتر از اینها نیستن. شما صورت جلسات محاکمات بابک زنجانی رو بخونید ببینید بین این حکومت چقدر فساد ریشه کرده. حکومتی که از درون داخل، از درون در حال فروپاشی هست، یک فرصت فراهم میکنه که این سرعت فروپاشی رو افزایش بدید. اون کاری که آمریکایی ها میتونن بکنن، اروپایی ها میتونن بکنن، این است که روی این ترک ها کاغذ دیواری بکشن، اونها رو پنهان بکنن، یا اینکه اونها رو افزایش بدن. این نقشی است که امروز هم رسانه های اجتماعی، هم سیاست های خارجی، هم دیدارهایی از نوع اونچه که اشاره کردید، دیدار با مکین یا بقیه اعضای کنگره ایجاد میکنه، موج ایجاد میکنه. درسته ادعی با این قضیه مخالفن، ولی من تاکید میکنم هیچ تغییری در منطقه ما، در کشور ما تا به حال بدون مداخله یا ایفای نقش خارجی صورت نگرفته و در آینده هم هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت. حالا اسم این رو میذارید چلبی سازی، با خود شماست. این رو میذارید زیر بال آمریکا رفتن، با خود شماست. ولی این با خود شماست که حکومت رو در روز آخر نجات بدید و گروهی رو انتخاب بکنید که اگر این انتخاب آزاد است، اون چیزی رو نمایندگی بکنه، اون چیزی رو عرضه بکنه که مردم میخوان. ادهی میگن آقا ما اگر که این رو با یک آدمی که واقعا من احترام بهش دارم، هفته پیش در یک بحث جلسه‌ای که با گروهی داشتم، رئیشون هم حضور داشتن، میگفتن که ترجیح میدن اگر قرار است مجاهدین سر کار بیان، همین حکومت جمهوری اسلامی سر کار بمونه. ولی بحث من این است که جمهوری اسلامی الان سر کاره. جمهوری اسلامی داره تخریبش رو انجام میده، هم تخریب تاریخ ما رو، هم تخریب اقتصاد ما رو، تخریب اجتماع ما رو، تخریب روحیه جوانان ما رو، تخریب آینده ایران رو که نام برنامه شما هست. ولی مجاهدین هیچ کاری در داخل ایران امروز انجام نمیدن. چرا امثال مجاهدین و سلطنت طلب ها، مشروط طلب ها، جمهوری خواه ها و دیگر گروه های مخالف جمهوری اسلامی کنار هم قرار نگیرن و این مجموعه در تقابل با جمهوری اسلامی نباشن؟ شما چرا کنار هم قرار نگیرید، نیروی ایجاد بکنید که بتونید از جمهوری اسلامی عبور بکنید؟ و وقتی از جمهوری اسلامی عبور کردید، انتخاب نمایندگان فردای مردم رو به مردم واگذار بکنید. من اصلا فکرم رو اونقدر جلو نمیبرم که بگم چه نوع حکومتی در ایران میخوام. من الان میگم چی نمیخوام. میخوام جمهوری اسلامی که امروز حاکم هست کنار گذاشته بشه و موافق این هستم که از همه امکانات نیروهای موجود برای شکست دادن جمهوری اسلامی، برای سرعت دادن به روند فروپاشی امروزش استفاده بشه، از ابزار روانی، از ابزار تبلیغاتی، از ابزار نفوذ سیاست‌های خارجی، قدرت‌های خارجی استفاده بشه برای عبور از جمهوری اسلامی. وقتی عبور کردید، شما به مردم بگید که شما صالح‌تر از مجاهدین خلقی، مگر اینکه بگید نه اونها میخوان از ما سوء استفاده بکنن. از قبل نیت این رو هم داشتن که مجاهدین رو یا شاه رضا پهلوی رو به حکومت برسونن، سر ما هم از این قضیه بیکلاه میمونه، اون وقت شما هستید که بی‌ارزگیتون ثابت میشه. در غیر این صورت تصور من این است که عقل سالم حکایت میکنه از این که پیش از عبور از جمهوری اسلامی ما به نوعی از اتفاق برسیم که دشمن اصلی و مشترک ما کجاست. تا اونجا فکر نکنیم که بعد از جمهوری اسلامی چه حکومتی سر کار خواهد اومد. این با مردم ایرانه که بیستن، بخوان،
و اون چیزی رو که باید برای ایران فراهم کرد عملی بکنن. ولی در این مرحله اجازه بدن از این قضیه اول عبور بشه، دشمن اولیه یعنی جمهوری اسلامی ساقط بشه، بعد در مورد اون چی که میخوان و نمیخوان با هم دیگه بحث بکنن. و اگر انتظار ما این است که باید بعد از این حکومت به آزادی برسیم، این در آزادی و با تکیه به رأی مردمه که شکل حکومت بعدی و نمایندگان دولت بعدی باید تعیین بشه. آقای دکتر عتقی‌زاده، من در این زمینه سوال دیگری دارم. درخواست میکنم که اتاق فرمان تلفن استودیو رو بذارن، چون الان من تکسی دریافت کردم که 3-4 تا متاسفانه در بخش قبلی بود، امیدوارم بیان رو خط. از ایران تلفن داشتیم، حتما جناب دکتر تقی‌زاده و دکتر لاجوردی خوشحال میشن که و خود من که کسانی رو از ایران نقطه نظرشون رو بشنویم. ولی دکتر تقی‌زاده چه پاسخی برای کسانی دارید که میگوین 37 سال قبل هم تمام همه دست به یکی شدیم که شاه نباشه، معتقد بودیم که بد دیکتاتور این و تو این دام افتادیم، چه گارانتی هست که دوباره خودمون رو یا یک گروهی که ارگانایزتر و برها سازماندهیشون قوی تر اینا باز دوباره یک این انقلاب رو این یعنی آینده رو ندزدن و دوباره ما دور گرفتار یه 30-40 سال یه حکومت دیگری بشیم؟ شما چه نوع چه توضیحی داریم برای این گروه؟ هیچ ضمانتی وجود نداره، بذارید من با شما صادق باشم، هیچ ضمانتی وجود نداره و این مردم هستن که باید از تاریخ درس بگیرن. اگر یک بار روی دست خوردن، بار بعد از عبور از حکومت هوشیارتر عمل بکنن، ایستادگیشون بیشتر بشه. حق با شماست، ممکن است که قدرت کسی بدزده از دست مردم و از دست رقیب. این نکته ایست که من در بحث قبلی هم مطرح کردم، کاریست که خمینی اجازه اون رو نداد، یعنی قدرت رو از شرکای ائتلافیش واقعا دزدید. یک سال قبل از انقلاب، انقلاب متعلق به خمینی نبود، خمینی رنگ مذهبی رو به انقلاب تحمیل کرد و اجازه ندید با گرفتن درس از تاریخ که این تاریخ بار دیگه تکرار بشه. حق با شماست، من این پاسخ هم پاسخ روشنیست. این قمار وجود داره، ولی ما دو انتخاب داریم، یک انتخاب تداومه، یک انتخاب تغییره. اگر به سمت تغییر میریم باید قبول خطر بکنیم که امکان داره بعد از تغییر کسانی وضعیت بعدی رو به ما تحمیل بکنن. این با ماست که چقدر هزینه میکنیم، چقدر ایستادگی میکنیم، چقدر از گذشته درس میگیریم تا تکرار این وضعیت رو ندیم. اجازه بدیم بیننده رو بشنویم، صداتون پخش میشه، بفهمی خواهش میکنم. آقا سلام. سلام قربون. سلام آقای تقی‌زاده. صداتون پخش میشه، تلویزیون رو خواهش میکنم ببندید، صحبت بفرمایید. بله. خدمت شما عرض شود که ما مدر شما تو حدود همسنیم، همزمان شاه رو دیدیم، همزمان ملاها رو. بله. من سوالم اینه که آیا در انتخابات جدید اگه انشالله درست بشه، این انتخابات دست مردم خواهد بود یا دست من و شما؟ مسلماً دست مردم خواهد بود. این اگه ما دموکراسی رو قبول داریم، باید قبول بکنیم که خواسته مردم واسه همه قابل احترامه. اومدیم حالا ولیعهد رو به عنوان یه شاه قبول کردن، آیا ما باید قبول بکنیم یا نه؟ یا اومدیم فرض کنید آقای تقی‌زاده رو به عنوان شاه قبول کردن، آیا باید قبول بکنیم یا نه؟ تو ما میگیم اکثریت همچی بگه، ما تابع اون هستیم. ولی در مجموع من اینو میخوام بگم که من به عنوان یه فرد ایرانی حاضرم ولیعهد به عنوان رئیس جمهور 4 سال اون مملکت رو به چرخونه که اینشالله بتونه اون مملکت رو به جایی برسونه، نه به عنوان شاه، چون دیگه فکر کنم سلطنت از مملکت ما به امید خدا دیگه ریشه کن خواهد شد. این که میخواستم آقای تقی‌زاده حتما بله گوشی آقای تقی‌زاده پاسخ شما رو میدن، اون چی که یه رأی خودمانه، حتما ما به نظر من به هر کسی که 51% مردم ایران رأی بدن دموکراسی ها، حالا با احترام گذاشت آقای تقی‌زاده بفرمایید، خواهش میکنم.
چون آقای دکتر لاجوردی مشخصا جمهوری خواستن، من خواهشم این است که لطف بکنن این پاسخ رو ایشون توضیح بدن که من به عنوان سلطنت طلب یا طرفدار پادشاهی مشروطه دوباره مورد پرسش قرار نگیرم. بله درست، اینم بد فکر نیست. آقای لاجوردی بفهمین. ببینید من فکر میکنم که این سوال بسیار مشخصه، گرچه این بیننده عزیز، این شنونده عزیز سوال خودشون رو در قالب فکر خودشون به مردم ایران یا به من و آقای دکتر تقی‌زاده و به شما پغنه کردن، هیچ عیبی هم نداره. طبیعیست پاسخ رو شما دادید. این پاسخ رو من سالهای بسیار پیش با حضور شاهزاده در پاریس جلسه ای بود و آقای دکتر شهریار آهی جاله اسم میبرم، اون زمان به من ایراد گرفتن که تو چرا نمیگی اعلی حضرت. گفتم که روزی که مردم ایران به پادشاهی رای بدن، به خانواده پهلوی رای بدن، به شخص رضا پهلوی رای بدن، خود ایشون نشسته بودن، بدون تردید من اینجا نمی نشینم. همه فکر کردن که من قهر میکنم و بیرون میرم. گفتم نه، من میستم و به ایشون میگم اعلی حضرت، نه به این معنا که تفکر خودم از بین میره، بلکه احترام به رأی مردم میگذارم. این بسیار طبیعی است، ولی بحث دیگری است به نظرم که من دلم میخواد که چند لحظه قبل از تلفن این بیننده و شنونده برگردم و اون همین بحثه که آیا شما فکر نمی‌کنید که ما خودمون در اپوزیسیون دیکتاتور هستیم؟ یعنی این که میگیم مردم حق دارن به شرطی که اون چیزی که ما میگیم بپذیرن. یعنی این که من طرفدار پادشاهی هستم یا طرفدار جمهوری هستم، از حالا که هنوز هیچی نه به داره نه به باره، شروع میکنم به اتهام و فحش دادن و غیره و غیره که نکنه یک کسی سر بلند بکنه اون وسط و بگه که نظر تو به این ترتیب نباید باشه. این که اصلا بحث نیست. اونی که ما کی به آزادی، به برابری، به دموکراسی میرسیم، امیدوارم هر چه زودتر باشه، ولی زمان بره. واقعیت اینه که آیا ما خودمون رو میتونیم که درست بکنیم؟ ما یک مجموعه هستیم به نام اپوزیسیون، از راست راست تا چپ چپ تا اون میانه ای که وجود داره. این مجموعه اگر امکاناتی در اختیارش هست، مثل ما که از این تلویزیون الان داریم صحبت میکنیم یا هر جای دیگری، اون مجموعه ای که به ایران اعتقاد داره، به مردم ایران اعتقاد داره، حداقل باید دموکرات باشه. اگه ما نمیتونیم دموکراسی رو در ایران امروز پیاده بکنیم، در بین خودمون حداقل پیاده بکنیم، در بین خودمون بیستیم براش که بگیم که همون حرف معروف فولتر، فیلسوف فرانسوی، من با عقیده ای تو مخالفم ولی جونم رو میدم برای تو حرف رو بزنی. ما کجا این رو میبینیم؟ ایراد از مردم ایران نگیریم، ایراد از خودمون بگیریم. بیننده دیگر رو با اجازه خطاچون پره بفهمی خواهش میکنم. الو سلام، خدمت شما. سلام، بفهمی خواهش کنم. این امشب فرمایش شما کردین یا آقای لاجوردی کردن که خب خیلی زیاده، که نمونهش مثلا یکی این است که میگن که خب بیاین ما مخالف هستیم، پرا هستیم، بیاین بشینیم صحبت کنیم. یا مثلا شما میگی که مثلا رفت تنهایی پیش اون یارو توی مجلس آمریکا پلوی مکه. بله. یا مثلا آقای میمون شما کسی که میگه که تنهایی اگه کسی یه کاری بکنه این مشروعیت نداره. ولی آیا مسئله این است که ما اگه خوب نگاه بکنیم این حرف مثل اون میشه که یارو قدیم میگه رفته بود ایران، مرد خارجی نمیدونست که اونجا چه خبر ماه محرم، دیدی همه زنجیر میزنن سینه میزنن، بعد سوال کرد گفت چه خبره اینا، گفت آره امام حسین مرد، گفت کی مرد، اینا دیروز مرد پیروز، گفت نه 1500 سال پیش مرد. بعد معلوم که ای بابا خبر چقدر دیر به ایران میرسه. الان خود تمام خارج و امریکا و مردم و داخل و بیرون همه میدونن که دیگه این منتخب مردم ایران هست. دیگه شما چرا نمیتونید این مسئله رو خب واقعیت خوب نگاه بکنیم و بپذیریم تمامش کنیم بری پرکارش؟
مرسی. بدون قید شرط بلند بشیم تمام همه ایران رو بیاییم نجات بدیم. خب دیگه من فرصتی هم ندارم بیشترم که نمیشه صحبت کرد. صحبت شما خیلی زیاد کردیم، همه همه اینجوری همونجوری. همه فقط شرط شروطه، همه ملت ایران، ما همه علاف. الان نقطه نظرتون فهمید این خطا پره، با یه خط دیگر هم بشنویم. ببخشید خواهش بفرمایید بعد از این خط پاسه بده. جانم بفرمایید. جناب آقای فتی. بله صداتون پخش میشه آرومتر. بله بفرمایید خواهش میکنم. درود بر شما قربان، خیلی آروم صحبت میکنم. درود به دو تا مهمانای گرامیتون. متشکرم. مسئله خیلی آسونه جناب آقای فتی. من تعجب میکنم از این دو تا مهمان بسیار ارزشمند شما. خب در خارج از کشور، اول در خارج از کشور حدود 5 میلیون 6 میلیون ما ایرانی داریم. بله. در همین اولین بار ایدید بشینم با همدیگه در خارج از کشور یه درد اپوزیسینا از هر گروهی خب همونجا تشخیص بدن که چه کسی میتوانه رهبری رو یا اسمش هرچی میخوام بذارم به عهده بگیره. بعد داخل کشور مردم میخوان حرکت کنن ببینن که اپوزیسیون در خارج از کشور یه تشکیلاتی درست کرده، مثلا آقای تغییرزاده شده رهبر به طور مثال، و بعد از اون بیدیم که وقتی رژیم از پا افتاده اون موقع این تشکیلات تشخیص بده که چیکار باید بکنن. این اشکالی داره؟ پاسخ میدن شما بشنوین از تلویزیون پاسختون رو بفهمین. آقای لاجوردی شما اشاره داشتید و آقای دکتر تغییرزاده پاسخ این بیننده رو بفهمین. تغییرزاده یک پاسخ باید بدن این وسط ها، یعنی بله یه پاسخ بده کارن. بفهمید دکتر تغییرزاده. آقای دکتر لاجوردی من از مطالبی که مطرح شد و شما توضیحات جامع دادید یک عبور کوتاه بکنم برای گفتن یک نکته که اهمیت داره. به نظر من قوی ترین مرد ایران آقای سلیمی یا آقای رضازاده نیست که 250 کیلو یا 270 کیلو وزنه رو بالای سرش میبره. قدرتمندترین مرد ایران پدری است که دختر او رو کشتن یا زن اون رو کشتن، ولی اونقدر شهامت داره که اون رو ببخشه. اگر ما کینه رو از خودمون دور بکنیم بنا به مصلحت روزمون، به خاطر جمع، به خاطر فردا، به خاطر تاریخ، به خاطر آزادی از کینه شخصی بگذاریم و دیدمون رو بازتر بکنیم، آسونتر میتونیم تصمیم بگیریم، آسونتر میتونیم حتی دشمنان، نه تنها مخالفان، دشمنان خودمون رو تحمل بکنیم. برای اینکه واقعا باید با اینا ساخت. من نمیتونم بگم چون آقای دکتر لاجوردی جمهوری خواه هست من دیگه باهاش آب نخورم و نه تنها آب نخورم، تردش بکنم، یا اگر کسی قوی تر از اون صحبت میکنه نابودش بکنم. چرا باید تیغ به روی هم دیگه بکشیم؟ میخوام بگم که اگر ما روزی به این قدرت برسیم، قدرت بخشش، آسان‌تر خواهد بود حل شدن مسائل و مشکلاتمون. من به حقیقت کلام با مجاهدین خلق نه سنخیت فکری دارم و نه عاطفی. اگر جمهوری اسلامی از من محیط زندگیم رو گرفته، من رو وادار به ترک مملکت کرده، منو به زندان کشیده یا شغل منو گرفته یا هر چیز، این چیزهایی که قابل تکرار تجدید شدنی هست، اینها خیلی کوچکتر از این است که رهبری مجاهدین خلق دل من رو و من رو داغدار کرده، من رو عزادار کرده. بنابراین اگر قرار است کینه داشته باشم، کینه من به مجاهدین خیلی، به رهبری مجاهدین خیلی زیادتر از جمهوری اسلامی است. ولی اگر قرار باشه بتونم ببخشم، بتونم از کینه شخصی عبور بکنم، قیز خودم رو فرو بخورم به خاطر هدف جمعی، آسان‌تر میتونم ببینم که امروز در مقابل من جمهوری اسلامی است نه مجاهد خلق. و گام اول رو اول باید بردارم، یعنی از شر جمهوری اسلامی خلاص بشم یا مردم مملکتمون خلاص بشن و بعد ببینیم که فردا برای این مملکت مردم چی میخوان. اینجاست که من توصیه‌ام به مردم و همینطور به گروه‌هایی که خارج از ایران وجود دارن به عنوان اپوزیسیون این است که واقعا از عواطف، علایق، احساسات شخصی باید بگذریم، واقعیت رو ببینیم و قدرتمند باشیم با بخشیدن.
سپاسگزارم این به کلمه بخشش که شما فرمودین. مدت هاست دل مشغولی خود من بوده آقای دکتر تقی‌زاده، در برنامه رادیویی هم داشتم همیشه میگفتم ما یه جای تاریخ باید هم دیگر رو ببخشیم. البته به اون معنا نیست هر کسی دستش به جنایات و اینا، حتما در یک روزی در یه آرزو میکنیم کشور ما مثل کشورهای مترقی دادگاه صالحی بتونه رسیدگی کنه به جرایم اینا، ولی تا زمانی که این کینه در میهن من و شما ادامه داشته باشه به نظر من نه ایران هیچ جامعه آزادی و صلح و اینا رو به خود نمیبینه. جناب لاجوردی چیزی میخوان اضافه کنین به این؟ من فقط همین در ادامه صحبت دکتر تقی‌زاده، اگر یک روزی هیچ تفاوت نمیکنه این چه روزی، امیدوارم فردا صبح باشه، ما به کردن ببینیم که من موافق یا مخالف فلان حکومت هستم یا نیستم. نیازمند این هستم که ببینم که وضعیت این مملکت من به کجا داره میره، نیازمند این هستم که شبانه روز که جلوی این اینترنت نگاه کنم، حتی از قول سردمداران حکومت که چه بدبختی و فاجعه‌ای واسه این مردم به وجود آوردن، اونجاست که بحث من دیگه کینه به شخص خاص و گروه خاصی نیست، اونجاست که بحث من بحث فکریست که من باید چی کار بکنم. اینی که من نمیخوام با اون آدم بنشینم، اینی که اون آدم نمیدونم هزار عیب داره، این ایرادات و عیوب رو که دادگاهی الان تشخیص نداده. که امروز بحث مشخصی که دکتر تقی‌زاده باز کردن بحث نبودن جمهوری اسلامی است، بحث سرنگونی جمهوری اسلامی است و در ادامهش خیلی روشن به اینجای ما رسیدیم با یک تجربه 150 ساله که حالا بحث دخالت خارجی بوده و مملکت ما به این روز افتاده از نمیدونم دوران قاجار به این طرف، امروز گرفتار یک حکومتی به نام جمهوری اسلامی هستیم. امروز اگر که ما هممون فکر نجات ایران، فکر مردم ایران، فکر سرنگونی این نظام رو داریم، هیچ راهی جلومون نیست. ما انتخاب نداریم بگیم از این راه میریم یا از اون راه میریم، انتخاب ما انتخاب منحصر به فرده. ما ناگزیر باید بنشینیم با هم دیگه اعتماد مردم رو جلب بکنیم و حمایت بین المللی رو بخوایم. یه واقعیت این که نمیشه ازش بگذاریم که با کینه، با دشمنی، با قهر کردن. ما اصولا عادت داریم، ما عادت داریم به آدم های قرقرویی هستیم، ما بحثمون بحث فرهنگیست، بحثی نیست که من مرتب بگم بیاییم جلوی مردم بنشینیم با همدیگه حرف بزنیم. چه دلیلی داره بریم پشت سر همدیگه نمیدونم مقاله بنویسیم، نمیدونم تو اون یکی تلویزیون فوش بدیم؟ این جرأت رو داشته باشیم جلوی مردم بنشینیم با همدیگه حرف بزنیم. چه ایرادی داره اگر من و دکتر تقی‌زاده با هم اختلاف عقیده داریم جلوی مردم حرف بزنیم، مردم بدونن که ما چه اختلافی رو داریم، مردم بتونن انتخاب بکنن، تشخیص بدن. این بحث رو دنبال بکنیم. ایراد رو از خود دکتر تقی‌زاده بازم دارن خدمتتون میگم، بازم این رو به مردم ایرانه، رو به اپوزیسیون ایرانه. ما 40 سال تجربه داریم، 40 سال تجربه ناموفق داریم، 40 سال تجربه پنهانکاری داریم، 40 سال تجربه تهمت زدن و غیره و غیره داریم. کجا ایستادیم؟ یه روزی به خودمون بیاییم. جمهوری اسلامی بدترین حکومت دنیاست، ولی ما بهترین اپوزیسیون دنیا نیستیم. اینی که مجاهدین خلق میگن غیر از اونا هیچ کس وجود نداره، آقای شاهزاده رضا پهلوی هم همین اخیراً دیدم تو یک دو روز گذشته اپوزیسیونی نیست، نمیدونم رو تلویزیون هایی داره، اینکه کار نشد که، اینکه راه به جایی نمیبره. اون چیزی که راه به جایی میبره اون فکره. بازم نمیگم، عرضم رو تموم میکنم، میدونم فکر کردن سخته، یه خورده شعبی نداره. مرسی آقای دکتر تقی‌زاده. من اسمسی دارم، البته من اشاره کردم نامه مقاله شما برحال خیلی خوبه که پایان امیدبخشی داره و شما میفرمایید که در سیاست هر چیزی یعنی نشدنی نیست. سوال میکنن بیننده ارجمندی که آیا شما فکر میکنین که
این ائتلاف، ائتلافی که برای صحبت‌های اول برنامه شد، بینش اصلا شدنیه بین بعضی گروه‌ها مثل شاهزاده و مجاهدین، و تصمیم نهایی روزی در ایران آزاد با مردم ایران باشه که چه کسی رو انتخاب می‌کنن، با ما خارج از کشوری‌ها اینجا نشینیم بگیم چی خوبه چی بده، یا اینکه بدونی که آمار ارقام رسمی داشته باشیم بگیم اینا طرفدار دارن اینا ندارن، مردم اینا رو می‌خوان اونو نمی‌خوان، 90% طرفدار داره یا 5%. چقدر امیدوارین به این اتفاق؟ خیلی امیدوار هستم. ببینید آقای فتحی، وقتی جمهوری اسلامی سر کار آمد همه مخالفین خودش رو کنار گذاشت، ولی با درس گرفتن از تجربه کور انقلاب اسلامی ما باید فکری این باشیم که جامعه بعدی ما جامعه سیاسی آزادی باشه، که در این جامعه حتی طرفداران امروز جمهوری اسلامی، حکومت مذهبی، نهضت آزادی، طرفداران جبهه ملی هم در اون امکان نمایندگی داشته باشن اگر مورد حمایت مردم قرار میگیرن. ولی نکته ای که اینجا فراموش میشه آقای فتحی این است که ما تصور کنیم فقط شاهزاده رضا پهلوی و سازمان مجاهدین خلق دو محور منحصری هستند که میتونن ایران رو نجات بدن. نه، معلوم نیست که مجموعه طرفداران این دو گروه روی هم بگذاریم به 10%، 15% مردم ایران برسه. نه، من میگم که از این الگو استفاده بکنیم که این الگوی امکان پذیری هست، که بقیه گروه های ناهمگن یا همگن رو هم دور هم جمع بکنیم. ما تا نرسیم به یک اتحاد، به یک ائتلاف فراگیر، من اتحاد رو کنار میذارم، یک ائتلاف فراگیر، قادر نیستیم خودمون رو به عنوان یک مجموعه دارای مشروعیت به مردم عرضه بکنیم. مردم ما رو تحویل نمیگیرن. هیچ فردی آقای فتحی و هیچ سازمانی به تنهایی نه حق داره و نه قابلیت داره که مدعی نجات ایران بشه به تنهایی. حتی شورای مقاومت ملی هم که مجاهدین اون رو اعلام میکنن یک اسم تقلبی است، ولی یک سازمان وجود داره به اسم مجاهدین خلق که میتونن در کنار بقیه اپوزیسیونی که شاخه‌های متنوعی هستن قرار بگیرن، از اونها کمک بگیرن و به اونها کمک بدن تا بتونن از جمهوری اسلامی عبور بکنن. و در این الگو شاهزاده رضا پهلوی هم به عنوان نماد یک حکومت که بدون سازمان است از دید من استثنا نیست و شبیه اونهاست. ما باید از این دو محور به عنوان دو محور از یک مجموعه، از یک کیف بزرگتر که مخالفین جمهوری اسلامی هستند، برای ایجاد یک حرکت استفاده کنیم. ممنونم آقای دکتر لاجوردی. ما دیروز اتون صحبتی دیروز پیروزا با یادم با هم هم این مسئله رو مطرح کردیم. بیننده ای تکس میفرستن که برای اولین بار با اینکه آمریکا همیشه سیاست‌های متزلزلی نشون داده، ولی اونایی که با سیاست داخلی آمریکا آشنا میدونن وزارت خارجه آمریکا گاهی همیشه با رئیس جمهور نزدیکه و وزارت دفاع در نقطه مقابل قرار داره. برای شاید معدود اتفاقایی که فکر کنم در 40-50 سال اخیر حداقل در مورد ایران این دوتا به نظر میرسه که هم فکرن وزارت دفاع. ما چه استفاده بهینه میتونیم از این کار آقای دکتر لاجوردی بکنیم به ایرانی ها، اپوزیسیون ایران؟ ببینید، من فکر میکنم که بزرگترین و راهگشاترین مسئله برای این که بتونه یک اتفاق فکری رو دنبال بکنه یک مجموعه است. دکتر طبیب‌زاده اشاره به دو شخصیت یا دو نهادی می‌کنند که شناخته شده هستند. در قسمت دیگه همین آخر هم اشاره کردم که شاید که مجموعه طرفداران هر دوی این دو نهاد به 10-15% نرسه. من چند وقت پیش خبری رو داشتم از قول یک سناتور امریکایی که اعلام میکرد که به هر حال مجاهدین شاید منحصر به فرد ترین اپوزیسیون ایران هستند. پول خرج میکنن، امکان مالی دارن، امکان جمع‌آوری آدم دارن، چه و چه و چه و چه، و هیچ اپوزیسیون دیگه‌ای مشابه اونها وجود نداره. ولی امروز اونها توی ایران 10% هم طرفدار ندارن. اگر هیجانی پیش بیاد ممکنه بشه 15%، ولی چیز اصلی تر اینه که 80% مخالف دارن. یعنی این بحث خیلی خیلی جدی است، ولی این راه حل آینده ایران نیست. راه حل آینده ایران این نیست که ما دست به دامن دکتر طبیب‌زاده هم حتما این رو توی مقالهشون به روشنی گذاشتن، آوردن اینجا هم تاکید کردن، این نیست که ما بگیم که
هیچکی وجود نداره، این دو نهاد باید ایران رو نجات بدن. نه، میگم که از این دو نهاد حسن استفاده رو بکنیم، این مهمترین مسئله است. ولی بحث اصلی خود این دو نهاد هستن، خود این دو نهاد هستن که به نظر من متشکل شدن خودشون، من نمونه بارزش رو حالا مجاهدین سازمان بسته‌ایه، مجاهدین از داخلش کسی خبر نداره، مجاهدین به هر حال یک رهبری داره، اون رهبر حرف همه رو میزنه. طبیعی است در طی این سالها ما شاهد این بودیم که بسیاری از مجاهدین جدا شدن و در اروپا و امریکا حضور دارن. قضاوت ارزشی اصلا من نمی کنم، ولی به هر حال اون عنوان یک سازمان یک رهبریتی داره. اون رهبریت یه موقعی آقای مسعود رجبی بوده، حالا خانم مریم رجبی است. اون حرف رو همه حرف رو میزنه، هیچ کس دیگه ای نیست. آقای شاهزاده رضا پهلوی وقتی که در طی این سالها نگاه بکنیم، طبیعی است به طور طبیعی نماد سلطنت هستند در ایران. به نظر من این بهترین جایگاهیه که برای شخص رضا پهلوی وجود داره، یعنی اینکه جمهوری اسلامی در طی این 30 چند سال بدترین برخورد رو، بدترین کارنامه رو داره، میتونه که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک مقایسه بگه که خب ما در مقابل این بهترین رو داریم. همونجا رو وقتی نگاه میکنید میبینید که خود ایشون نتونستن تنها سلطنت طلبان رو، مشروط خواهان رو با هم همگام بکنن. یعنی خود این بزرگترین مسئله است. حالا اگر که مجاهدین به عنوان یک رهبریت حرف میزنه، شخص رضا پهلوی به عنوان یک فرد حرف میزنه. همین صحبت دو روز پیش ایشون رو نگاه بکنید، به هر حال اولین برخورد بسیار تند ایشون به خود سلطنت طلب هاست. خب حالا اینجا باید چیکار کرد؟ این که این دو آقای دکتر تقی‌زاده، روی سخنم الان با شماست، واقعا اگر که این دو مطرح ترین آدم های اپوزیسیون هستن به عنوان مخالف جمهوری اسلامی که به طور قطع و یقین هستن، اگر خود این دو نهاد نمیتونه قدمی رو جلو بگذاره، نمیخواد، اون دیدگاه فکریش اینه که من هستم، هیچ کس دیگه هم جز من نیست و من هستم که باید که حالا با کمک مککین، آقای ترامپ یا هر چیز دیگه ای. اینجا بدبختی آغاز میشه. این بحث رو اینجا باز بکنیم که تنها مردم ایران نیستن که، یا اپوزیسیون ایران نیست بخواد از این فرصت طلایی استفاده بکنه، خود این دو نهاد هم هستن که یک بدنی رو بخوان جلو بگذارن، حالا موفق بشن یا نشن رو من نمیخوام روش تأکیدی الان داشته باشم، صحبتی داشته باشم. خود این دو نهاد به نظر من دو مسئله اساسی است برای اپوزیسیون ایران، برای مردم ایران، برای اینکه هیچگاه آمادگی این رو نداره هیچ کدوم، نه شخص رضا پهلوی، نه آقای سازمان مجاهدین خانم مریم رجبی، هیچگاه این رو تا به الان توی این 38 سال نشون ندادن که بخوام که با مجموعه دیگری همگام بشن برای آزادی ایران. این بحث رو باز بکنیم به نظرم. آقای تقی‌زاده بشنویم شما رو. اجازه بدید من چند مثال بزنم و بعد یک نتیجه گیری بکنم. وقتی در سال 1917 لنین قدرت رو در روسیه تزاری به دست گرفت و بولشویک ها رو به قدرت رسوند و حکومت نیکولا رو سرنگون کرد، با یک قطار از فنلاند آمد و اگر فنلاند رو در بر نمی گرفت، لنین در داخل کشور قادر به ماندگاری نبود. یادمون باشه آقای خمینی یک شاخه از طرفدارانش نزد یاسر عرفات کار میکردن، پیش از اون چریک‌هاشون رو در لبنان تعلیم میدادن، آقای قذافی برای این جماعت اسلحه میفرستاد، موسی صدر رو به عنوان تهدید میکشت و در تهران سفرای انگلیس و آمریکا با نمایندگان آقای خمینی در تهران جلسه میکردن، ترکیب کابینه رو با بازرگان بهش به توافق میرسیدن و زمانی که در لوفلو شاتو آقای خمینی نشسته بود، آقای کلارک و نمایندگان دیگر آمریکا نزد او می‌رفتند و سرویس اطلاعاتی فرانسه به او کمک می‌داد. آیا واقعا بدون این کمک‌ها، بدون صدای بلند بی بی سی که پیام‌های وزارت خارجه را غیر مستقیم در ایران پخش می‌کرد و هیجان انقلابی درست می‌کرد، آیا واقعا
میشد روحیه شاه رو سست کرد، میشد ارتش رو از هم پاشید بدون آقای ده روز ماموریت یا آقای هایزر در تهران، افسر نظامی آمریکا، از هم پاشیدن ارتش و خونسا کردنش امکان پذیر بود. و اگر همه این تاریخچه در خارج از ایران و داخل ایران و حکومت امروزی ایران نشون میدن که بدون مداخله خارجی امکان تحولات و تغییرات سیاسی در کشورهای منطقه وجود نداره، چطور بایستی فقط آرمانگرایی بکنیم و بگیم که ما میخواییم به کمک خودمون و نه هیچ کشور و قدرت دیگر خارجی به جایی برسیم؟ نکته دیگر این است که باز تکرار میکنم، هیچ کدام از شاخه ها و نمایندگان اپوزیسیون به تنهایی قادر نیستن و مشروعیت هم ندارن که مدعی بشن میتونن از حکومت جمهوری اسلامی به نمایندگی از طرف مردم عبور بکنن. تنها یک ائتلاف همگیر هست که میتونه نزد مردم ایران مقبولیت پیدا بکنه و میتونه موج درست بکنه. الان یک فرصت طلایی پیدا شده که خارج از ایران گوش برای شنیدن نغمه های مخالف جمهوری اسلامی وجود داره و همزمان همینطور که آقای دکتر لاجوردی هم اشاره کردن، حکومت جمهوری اسلامی که فاسد شده از داخل در حال فروپاشی است و باید از این فرصت مغتنم برای همسو شدن استفاده کرد و فرصت سوزی کمتر کرد. و اونهایی که مخالف این ائتلاف و همسویی هستند، نمیخوام اتهام بزنم، ولی اگر مأموریت هم ندارن، آب به آسیای جمهوری اسلامی میریزن. یه آخرین بیننده رو بشنویم. جانم بفهمید، صداتون پخش میشه. بله، صداتون پخش میشه، تو تلویزیون رو ببندین. بله، خواهش میکنم. بله آقای فتحی، تلفن شما که چطوریه که اصلا ما نمیدونیم چی گفتیم؟ تلفنتون که خرابه دیگه، وای بال به تلویزیون. حالا من نمیدونم صدا من میاد نمیاد. بله پخش میشه، خیلی خوب پخش میشه. بله آقای فتحی، سلام به مهمان برنامه ها دوتو تغییرزاد و دوتو لاجوردی. به نقصن توی مملکت علیکی بعد دلیلی مثل انقلاب دو هم امید یه حس شد. صداتون قطع و وصل میشه. صدای شما متاسفانه خوب بود ولی قطع و وصل میشه. دوباره بگیرید. اصلا آقای فتی، متاسفانه تا ما یه رسانه درست حسابی نداشته باشیم. آهان پخش شد. بله صدا داره خوب میاد. ببین آقای فتی، تا یه رسانه درست حسابی نداشته باشیم، تا یه رسانه نداشته باشیم که به خاطر کسی بوجش نخواد به دنبال تبلیغات تو خیابون پرده بزنه برای 2000 در آوردن، برای هزینه های مثلا برقش و پول ماهواره، ما نه انقلاب میکنیم نه اهل انقلابیم. تلویزیون باید اینقدر قوی باشه نظر مالی که نه مشکل تلفن داشته باشه، نه معمارای برنامش مشکل صدا و تصویر داشته باشه. من میخوام انقلاب هم بکنیم. منظور ایشون رسانه مستقل در مقابل احتمالاً بی بی سی و وی او ای، اینا منظورتونه دیگه؟ حدس منی نبوده. تازگی‌ها اصلاح طلبان حکومتی تلویزیون‌های با بودجه بزرگی افتتاح کردن. بله بفهمید. آقای فضل اشتباه، من منظور تلویزیون لس آنجلس در درجه اول همین اندیشه‌ایه. عرض کردم تلویزیون مستقل در مقابل اون بزرگترها. بله صداتون باز قطع شد. بله ما بیشتر از 5 دقیقه فرصت نمتاسفانه نمیدونم صدا خوب این بد، ولی به هر حال یه مشکلاتی بود و دلم میخواد که این 5-6 دقیقه رو آقای لاجوردی 2-3 دقیقه در اختیار شما و صحبت پایانی رو 2-3 دقیقه در اختیار مهمان ارجمندمون دکتر تقی‌زاده قرار بدم. بفهمی خواهش میکنم. من سعی میکنم که از این 2-3 دقیقه خودم خیلی خیلی کمتر، فقط یک اشاره بکنم که به مهمان بسیار ارزشمندمون بتونم این بحث رو بازسازی مجرد بازسازی بکنم. بله دقیقاً. بله به این معنا که ما بازم دارم خدمتتون میگم هیچ راهی برامون وجود نداره، هیچ راهی برامون وجود نداره که در مقابل جمهوری اسلامی برای اعتماد مردم و حمایت بین‌المللی با هم بنشینیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. اپوزیسیون سرنگونی طلب جمهوری اسلامی با اپوزیسیون اصلاح طلبی که وجود داره و رهبران صادراتیش در خارج از کشور در همین تلویزیون ها ما میبینیم شاهدشون هستیم حضور دارن، متفاوته. اون رهبران صادراتی، اون اصلاح طلبانی که هستن
نمیخوان جمهوری اسلامی با سرنگون بشه. اونها میخوان که این گروه بره اون گروه بیاد و اونها باز به نور نوایی برسن. این بحث رو با اون گروهی که نمیخواد جمهوری اسلامی وجود داشته باشه و میخواد ایران وجود داشته باشه من دارم انجام میدم. ما راهی جز این نداریم، اختلاف با هم دیگه داریم، از هم دیگه بدمون میاد. میتونیم همه اینا رو داشته باشیم، ولی میتونیم که فکر مشترک، هدف مشترک برای نبودن جمهوری اسلامی رو با هم داشته باشیم. آقای دکتر در خدمت شما. بفرمایید دکتر طلیزاده، صحبت پایانی مال شماست، 4 دقیقه فرصت دارین. بفرمایید خواهش. خلاصه بحث من این بود جناب دویلاج برای جناب پتی که مطرح کردن یک فرد یا یک شاخه از اپوزیسیون تنها نماد نیاز برای جمع شدن دور هم دیگه است. ما بدون رسیدن به محورهای مشترک، بدون قبول کردن هم دیگه و بدون گذشت از خطاهای گذشته هم دیگه قادر نیستیم به این محور مشترک دست پیدا کنیم. همونطور که من ممکن است با آقای دکتر لاجوردی انتقادات جدی وارد بکنم، ایشون هم همین انتقادات رو ممکنی که از من داشته باشن، ولی اگر وقت صرف ترک کردن انتقاد و اتهام علیه نمایندگان دیگر اپوزیسیون باشه، فعالان سیاسی دیگه باشه، اصل هدف فراموش بشه، وضع موجود یعنی تداوم اون چی که مردم ازش رنج میبرن غیر قابل اجتنابه. این وضعیت ادامه پیدا میکنه. اگر ما میل به تغییر داریم، باید در رفتار خودمون، در نگاه خودمون تغییر بدیم. باید قدرت بخشش داشته باشیم. حتی اگر مخالف یک همسو با خودمون هستیم، قبول کنیم که میتونیم زیر سقف با او جمع بشیم، میتونیم با او همزبان بشیم، میتونیم در مورد پیدا کردن هدف مشترک همراه هم بشیم. من با همه تضادهایی که با گروه مجاهدین خلق دارم، حاضرم به عنوان یک عضو ساده در جمع و اجتماع اونها حاضر بشم، اگر مجاهدین هم این شهامت رو داشته باشن، مثلا به گروهی که جمهوری خواه هستن ولی سوسیالیست و اسلامی نیستن برن، به حزب مشروط طلبی که وجود داره نماینده بفرستن، به برنامه تلویزیونی که غیر سوسیالیست ها و غیر مذهبی ها اجرا می کنن بپیوندن و در بحث با اونها داخل بشن. این شرط بزرگی نیست، یک شرط متقابله. باید به این نقطه درک برسیم و اگر واقعا شاهزاده رضا پهلوی تصور می کنه که به تنهایی قادر از تنگه این بازی بزرگ رو بشکنه، یقینا در اشتباهه و من تصور نمی کنم که ایشون هم چنین طرز فکری داشته باشه. و اگر مجاهدین خلق فکر می کنن به تنهایی نماینده مردم ایران میشن، باید بپذیریم که فقط به دنبال دیکتاتوری هستن. این دیکتاتوری الان وجود داره و اگر به قدرت برسن فردا هم وجود خواهد داشت، ولی قبول بکنن اونها هم که مردم از زندگی پادگانی خسته شدن، از بیماری روانی پرهیز میکنن و کساری رو میخوان که زندگی اونها رو بفهمن. و این جامعه، جامعه متحولی است در داخل ایران، هر روز تغییر میکنه، با تغییرات دنیا تغییر میکنه و حالا انقلاب ارتباطی این تغییرات رو بیشتر و عمیق‌تر و سریع‌تر کرده. و ما که خارج نشین هستیم تنها میتونیم بلندگوی اونها باشیم، نه اینکه بلندگوهای خودمون به داخل کشور سعی کنیم بفرستیم با همین تلویزیون هایی که درست کردن یا روزنامه هایی که درست شده و یا گروه هایی که درست میشه. تنها راز رسیدن به یک مجموعه‌ای که بتونه تاثیرگذار باشه همسو کردن اونهاست، قبول کردن اونهاست، پذیرفتن، ایجاد به قول آقای دکتر لاجوردی دیالوگ، گفت و شنود. من هنوز نشانه های مثبت این آمادگی رو برای گفت و شنود نمیبینم، ولی به این در همچنان باید کوفت و باید از امثال دکتر لاجوردی واقعا قدردانی کرد که زندگیش رو میگذاره برای ادامه این تلاش، در حالی که واقعا هیچ مزدی الان برای نظیر او، نظیر فعالان سیاسی که وجود دارن، وجود نداره. ممکن است که این بهره در زمان آزادی ایران باشه، ولی اون بهره برای مردم ایران بیشتر خواهد بود تا شخصی که امروز فعال سیاسی است. به جای تهمت زدن، به جای لجن پاشیدن، بپذیریم که تنها با داشتن قدرت بخشش و گذشت از دیگران میتونیم به همسویی برسیم و قبول بکنیم با اون کسی که دوست نداریم میتونیم همکاری کنیم.
سپاسگزارم. به هر حال همونطور که بارها در طول یک سالم در این برنامه گفته شده، ما هیچ راهی نداریم جز اینکه با هم بنشینیم. راههای دیگه 37 سال جواب نداده. یادمون نره دشمن، من جمهوری اسلامی رو دشمن سرزمین ایران و مردم ایران میدونم. بیکار، او هم دائم پول خرج میکنه، سرمایه گذاری میکنه، چه در رسانه چه در میون ماها، و که این اختلاف، این ننشستن ها، این در کنار هم نبودن ها وسیع تر بشه، امکان ناپذیرتر بشه. و اینجاست که این ما نیاز به هوشیاری بیشتری داریم. سپاسگزارم از دکتر تقی‌زاده، از دکتر لاجوردی. یادمون نره ساختن آینده ایران وظیفه تک تک ماست. از اتاق فرمان امیرجان هم ممنونم. تا دوشنبه آینده خدا نگهدار شما و ایران عزیز ما باشه.